سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار داد که تنها 17% از 169 هدف این نهاد بین المللی برای بهبود زندگی بیش از 7 میلیارد نفر در جهان در مسیر دستیابی به ضرب العجل سال 2030 است. در ادامه به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن ارائه گزارش سالانه خود گفت تنها 17% از اهداف بهبود زندگی در سراسر جهان احتمالاً تا سال 2030 محقق خواهد شد و این نشان می‌دهد که جهان به جای پیشرفت در حال افول است. وی در ادامه افزود رهبران جهان اهدافی همچون توسعه گسترده از جمله پایان دادن به فقر جهانی تا دستیابی به برابری جنسیتی را در سال 2015 هدف گذاری نمودند که شامل 169 هدف گردیده و بایستی به تمامی این موارد تا پایان دهه دست یافت. بر اساس این گزارش تقریبا نیمی از اهداف پیشرفت حداقل یا متوسطی را نشان می‌دهند و بیش از یک سوم متوقف شده یا در حال افت هستند و تنها 17% در مسیر دستیابی هستند. گوترش گفت شکست ما در تامین صلح، مقابله با تغییرات آب و هوایی و تقویت مالی بین‌المللی مسیر دستیابی به توسعه جهانی را تضعیف می‌کند. این گزارش همچنین به اثرات ماندگار همه‌گیری کووید 19 اشاره کرده و گفته است که در سال 2022 نسبت به سال 2019 23 میلیون نفر دیگر به فقر شدید و بیش از 100 میلیون نفر دیگر از گرسنگی رنج می‌برند. گوترش در ادامه گفت در دنیایی سرشار از ثروت، دانش و فناوری‌های بی‌سابقه، فقدان نیازهای اولیه برای بسیاری از انسان‌ها ظالمانه و غیر قابل قبول است. گوترش خواستار تشدید تلاش‌ها برای فعال ساختن منابع و همچنین کاهش فشار بدهی‌ها، گسترش دسترسی به منابع مالی اضطراری برای کشورهایی که در معرض بحران هستند و افزایش ظرفیت وامدهی بانک جهانی شد. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت ما نباید از وعده‌های خود یعنی پایان دادن به فقر، محافظت از کره زمین و رها کردن حتی یک انسان عقب نشینی کنیم. در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که روز چهارشنبه ایالات متحده گزارش سالانه خود را در مورد آزادی مذهبی در سراسر جهان منتشر کرد که خبر مربوط به آن نیز در این بخش خبری منعکس گردید. اما بخش مربوط به چین در این گزارش بر این نکته تاکید دارد که در این کشور هنوز هم هر سال هزاران نفر به دلیل انجام مناسک دینی و یا داشتن ایمان به ادیان دستگیر می شوند. از اسفندیار عبداللهی دبیر سرویس های سیاسی و بین الملل دیدار نیوز از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای عبداللهی سلام و عرض ادب. آقای عبداللهی به نظر شما اقدام های بین المللی همانند گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تا چه حد میتونه در روشنگری افکار عمومی دنیا نسبت به ظلم دولت چین به مسلمانان اویغور مؤثر باشه و آیا این راهکارها در تغییر رفتار چین تأثیر گذاره؟ بفرمایید. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز ایرانیان در سراسر جهان. ممنونم از دعوتتون. باید در واقع گفت که جز گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل، گزارش‌های سالیانه و برنامه محور ایالات متحده آمریکا، مسلمانان چین پناه دیگری ندارد. هیچ پناه دیگری ندارد. و قطعاً مؤثره. این انتظاری که ما از کشورهای اسلامی داشتیم، به خصوص از جمهوری اسلامی که خودش رو پناهگاه مسلمانان جهان معرفی می‌کنه، ولی گزینشی عمل می‌کنه نسبت به حمایت از مسلمانان جهان، گزارش ها و حمایت های سازمان های حقوق بشری غربی و گزارش ها و در واقع بیانیه های وزارت امور خارجه آمریکا و گزارش سالیانه حقوق بشری این کشور بسیار مؤثر در
آشنا کردن جهان با ظلمی که در چین نسبت به مسلمانان اعمال میشه و اقدامات ضد حقوق بشری که چینی ها نسبت به مسلمانان انجام میدن و ما سکوت کردیم. بله، با تشکر از اسفندیار عبداللهی روزنامه‌نگار از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.